سلام، به صفحه‌دو خوش آمدید. در روزهای گذشته آمریکا شاهد ناآرامی سراسری بود. اعتراضات به خاطر شرایط نابرابر و برخوردهای پلیسی و قضایی با رنگین‌پوستان آمریکاست، اما در برخی جاها با غارت فروشگاه‌ها و آتش زدن بعضی مکان‌ها همراه بوده، آنچه که دونالد ترامپ را به شدت خشمگین کرده و دیشب در اقدامی که در 200 سال گذشته سابقه نداشته گفته که ارتش را به ایالت‌های مختلف می‌فرستد تا نظم را برقرار کند. او که چپگرایان افراطی را مسبب این وضع می‌داند، در روزهای گذشته در صحبت‌ها و توییت‌هایش طوری رفتار کرده که منتقدانش می‌گویند می‌خواهد آمریکا را مثل یک دیکتاتوری اداره کند، اما طرفدارانش می‌گویند غارت و بی‌نظمی باید خاتمه یابد و راهی جز این نیست. آیا شیوه پیشنهادی دونالد ترامپ طرفداران زیادی دارد؟ دو میهمان داریم. کاظم علمداری، جامعه شناس و نویسنده کتاب‌های متعدد درباره دموکراسی و سوسیالیسم، از جمله کتاب چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت و همینطور بحران جهانی، نقدی بر نظریه برخورد تمدن‌ها و گفتگوی تمدن‌ها، از لس آنجلس، و بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا. آقای کیان قائم مقام تیم رهبری امنیت و اطلاعات ملی آمریکا در دولت انتقالی دونالد ترامپ بودن. خوش آمد میگم به هر دو مهمان. آقای علمداری، به نظر شما طبیعت این اختلافاتی که الان در آمریکا میبینیم چی هست؟ آیا تضاد چپ و راست هست یا اونچه که دیده میشه به عنوان اعتراضات به در واقع تفاوت امکانات گروه های مختلف نژادی هست که مسبب داستانه؟ بله، سلام میکنم خدمت شما، بینندگان و جناب آقای کیان. من فکر میکنم که تظاهرات سیاه علیه سپید ها نیست. در تظاهرات بسیاری سپید پوستان هم شرکت داشتند. تظاهرات برای برقراری عدالت هست، خاصی که سالیان دراز از زمان 400 سال قبلی که سیاهان به آمریکا ورده شدند، دقیقا 400 سال قبل، 401 سال قبل آورده شدن، این مشکل به طور تاریخی باقی مونده. 250 سال بردهداری اینا رو در برده در اسارت قرار دادن و همینطور 100 سال بعد از اون تبعیض قانونی علیه سیاهان و بعد از اون هم همچنان که شما میدونید از نظر قانونی برابری هست، برای از عملا تبعیض بسیار زیادی علیه سیاهان هست در زمینهای مختلف. بنابراین باید گذشته از برخوردهای مثلا نگاه تاریخی به نهادهای جامعه، به ساختار جامعه، به فرهنگ جامعه، تمام اینها به یک نوعی علیه سیاه‌پوستان شکل گرفته و سفیدپوستان به یک نوعی از اون سوء استفاده میکنن. به طور مثال از نظر فرهنگی پلیس فکر میکنه که محافظ سفیدپوستان هست ولی کنترل کننده سیاه‌پوستان هست. بنابراین آقای علمداری، اگه بخوایم خلاصه بکنیم، به نظر شما این یک جنبش نژادی هست، علیه نژادپرستی هست، حالا فرق نمی‌کنه معترضان سیاه و سفید هستن یا چه، یا تقابل چپ و راست هست؟ من فکر می‌کنم که چپ و راست هم، همونطور که در یک ویدیو 10 دقیقه‌ای سناتور مارکو روبیو، یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه، به طور روشن بیان کرده، تضادی است بین طرفداران آلت رایت دست راستی هایی که و همینطور آنتیفا که دست چپی هستند، نیروهای ضد فاشیست، و او برخلاف آقای ترامپ به بعضی از جمهوری خواهان این دوگانگی رو دیده. تحقیقات نشون داده که در این تضادهایی که در سالهای گذشته جریان داشته، همین دست راستی ها که صلیب به اصطلاح فاشیستی هم با خودشون در پرچماشون حمله میکنن، نژاد پرستی رو حمله میکنن، اینا مسئول 72% از کشتار و تیراندازی به سیاهان بودن و در مقابلش نیروهای چپ فقط 2% نقش داشتند. متشکرم. اجازه بدیم ببینیم آقای کیان نظرشون در این باره چی. آقای کیان، شما این تقابل رو تقابل چی با چی میبینید؟ خب ببینید، مشکلی که بشود که با صحبتهایی که آقای دکتر علمداری به درستی عنوان میکنن به طور کلی مخالفت کرد، ولی من فکر میکنم که اگر انتظار این هست که امروز
آقای دکتر علمداری از موزه نابرابری های اجتماعی و من هم از موزه دفاع از وضعیت حاضر صحبت کنم، چنین اتفاقی نخواهد افتاد، چون من هم به اندازه آقای دکتر علمداری از شرایط حاضر متاسف هستم. بله. و این درد چندین صد ساله رنگین پوستان آمریکا که مختص به سیاه پوستان به خصوص هم نیست حس میکنم، ولی بایستی به خاطر داشته باشیم که تمام این اتفاقات در سالی دارد میفتد که این سال سال انتخابات است. ببینید آقای دکتر علمداری به خاطر میآورند که روز 16 ماه مارس سال 2016 من و آقای دکتر علمداری هر دو در برنامه پرگار شما بودیم و صحبت میشد که مشکل از کجاست، آیا مشکل از کاندیدایی است که به زبان عامیانه سخن میگوید و آتش بیار معرکه برای کسانی که در حد نهایت موضوعات مسائل رو میبینند هست، و یا اینکه اصولا یک روند اجتماعی بسیار بسیار مهم در آمریکا داره صورت میگیره که بایستی روی سخن رو با مردم آمریکا در حقیقت که پذیرای چنین کاندیدایی هستند شروع کرد. دقیقا بحثی نیستش آقای کیان، که فکر نمی کنید که آقای ترامپ حتی بعد از انتخاب شدن اون ادبیات رو رها نکرده، الان هم در این روزهایی که در بسیاری توقع دارن از او که مثلا میگن اصلا این رو که او باید رئیس جمهور همه مردم آمریکا باشه، باز اگه به این تقسیم بندی که آقای دکتر علمداری گفتند اولترا چپ و اولترا راست، راست افراطی و چپ افراطی قائل باشیم، باز هم گروه چپ افراطی رو به اسم گروه تروریستی نام برد، آنتیفا رو، ولی از راست افراطی به این شکل رایت ناید نکرد. فکر نمی‌کنید کماکان آقای ترامپ داره با اون دیدگاه پیش میره؟ نه، ببینید شما می‌خواهید که با این سوال جهت تعیین بکنید و بگویید که باید این کار رو بکنم. توجه داشته باشید همه سیاستمداران دنبال روی رای دهندگان خودشان هستند. شما چطور از آقای ترامپ توقع دارید که مثلا مثل آقای بایدن صحبت بکنه؟ اگه مثل آقای بایدن صحبت بکنه که طرفدارانش طرفداران اون نخواهد بود. بنابراین جالبه، میدونید اینجا من میبینم که آمار میگیرن که آقای ترامپ 14,000 دروغ گفته. خب تعریف دروغ چیست؟ چرا رؤسای جمهور دیگر رو آمار شاید حقیقت گویی آنها رو بررسی نمی کنند؟ نه، ببینید چند دقیقه بعد از مراسم تعلیف آقای ترامپ دموکرات ها تصمیم گرفتند که ایشان رو برکنار بکنن. چند دقیقه واقعا چند دقیقه اصلا اونا رو کاری نداریم، مسئله تاریخی رو برداشت من میخوام راجع به این یه هفته اخیر صحبت کنیم. آقای کیان، آیا شما به نظرتون آقای ترامپ در یک هفته اخیر به عنوان یک رهبر درست عمل کرده؟ ببینید انقدر از آقای ترامپ انتقاد میشه که اصلا جای دفاعی وجود نداره به دلیل صحبت کردن ایشون. ولی شما بفرمایید که چه کار باید میکرد؟ آمریکا 50 ایالت داره سرکار خانم و بینندگان محترم، ایالت ها قدرت دارن، قانون اساسی آمریکا تعیین کرده این حق رو، اولا مردم حق دارن حرفشون رو بزنن، این اصل اول متمم قانون اساسی است، دوما بر اساس همون قانون اساسی دولت فدرال، البته قانون بسیار قدیمی است، بسیار منسوخ باشه، ولی همون قانون اساسی به رئیس جمهور نه تنها اختیار میده، از او انتظار داره که نظم رو برقرار بکنه، ولی این ساده نیست. رئیس جمهور نمیتواند به میدان بیاید با نیروی نظامی اینطور صحبت بکند و مورد انتقاد قرار نگیرد، برای اینکه روح آزادی در آمریکا امروز مورد سوال قرار گرفته. بنابراین هر کاری آقای ترامپ امروز انجام بدهند در شرایط حاضر، منظور من از صحبت کردن در باره سال انتخابات همین بود. شما نمیتوانید یک بحث فلسفی و اکادمیک رو در قالبی توهی از واقعیت های روز مطرح بکنید. مسلمه که اون بحث فلسفی و اکادمیک هم با شما سال انتخابات، برای اینکه همین حدود یک ساعت پیش هم آقای بایدن صحبت کرد و جالب بود که او هم به هر حال سعی کرد از این فرصت استفاده بکنه برای اینکه با کسانی که میخواد بهش رأی بدن صحبت بکنه و گفت که باید با رأی دادن، به شدت انتقاد کرد از آقای ترامپ و گفت که باید با رأی دادن به او این وضع رو عوض بکنن. طبیعی هم هست، به هر حال همونطور که گفتین سال انتخابات آقای علمداری، اما این نکته جالبی رو به ما یادآوری میکنه.
خیلی ها در این چند روز گذشته از مردم خواستن، حتی خود خانواده فلوید که آقای جورج فلوید از اونها کشته شده، گفتن که با رأی دادن این شیوه رو عوض بکنید. اما ما یادمون هست که در دوره باراک اوباما هم این اتفاقات می افتاد، متعدد افتاد. آقای اوباما از چند هفته بعد از شروع ریاست جمهوریش اولین مورد اتفاق افتاد، تا چند هفته پیش از پایان دوره او هم باز یک مورد دیگه از کشتار سیاهان اتفاق افتاد که اونها هم با همین مشابه همین اتفاقات امروز مواجه بود. چه شد که آقای اوباما نتونست کاری بکنه؟ چرا کاری نکرد؟ خب خدمت نرس کردم که این یک پدیده تاریخی، یک پدیده نهادی، یک پدیده فرهنگی و یک پدیده ساختاری است. دست یک نفر نیست که از بالا مثلا نصیحت بکنه به جامعه که این کار رو نکنید. در همین روزها دو شب قبل یک صاحب رستوران در شهر، در ایالت کنتاکی، شهر لویویل، توسط دو تا پلیس کشته شد. فردا شهردار شهر رئیس پلیس را از کار برکنار کرد و از اون صاحب رستوران قدردانی کرد به عنوان یک آدمی که مردم دار بوده، دوست شهر بوده. صاحب رستوران سفید بود یا سیاه بود؟ سیاه بود. بله. اصلا ببینید، همونطور که چاره کردم، پلیس ها دیدشون نسبت به سفید پوستا و سیاه پوستا بسیار متفاوت است، که در مدرسه باشه، که در محیط کار باشه، و چه در زندان باشه، چه دستگاه قضایی. این نکته رو من اشاره بکنم، برخلاف آن چیزی که جناب کیان فرمودند، من فکر میکنم که رئیس جمهور پایگاه اجتماعی خودش نیست. وقتی انتخاب شد، رئیس جمهوری کشور هست. بنابراین برای کشور باید صحبت بکنه، برای کشور باید تصمیم گیری بکنه، نه برای پایگاه اجتماعی خودش. ولی آقای علمداری، در سال انتخابات او هم نگران رأی هست دیگه، اینطور نیست؟ دقیقاً. او بیشتر از اون که نگران وضعیت کنی باشه که جامعه رو به سمت جنگ داخلی داره سوق میده، به شهردارها و فرماندارها هشدار داده که اگر نتونید خودتون این مشکلات رو در ایالت‌های خودتون، در شهرهای خودتون کنترل بکنید، من نیروی گارد ملی رو میفرستم اونجا کنترل بکنم. به یک نوعی علیه قانون اساسی، توهین به فرماندارها، توهین به مردم هست. او برای پایگاه اجتماعی خودش اینگونه پوپولیستی و نارسیستی صحبت میکنه. من هم تکه اشاره کردم، از درون حزب جمهوری خواه آدم ها افرادی مثل سناتور روبیو هستن که اونا این تضاد بین چپ و راست میبینن. نقش راست رو که داره بعد از مثلا پایان مثلا روز در دوره، در ایام شب در جاهای پنهان میشن و حمله میکنن به فروشگاه ها رو نمیبینه. تصور آقای ترامپ من فکر میکنم با بیشتر ریپابلیکن ها متفاوت است، ولی دموکرات که جای خودش داره. من فکر میکنم که خاص جامعه، خاص خانواده فلوید، خاص رهبران منطقی ریپابلیکن ها این است که جامعه به طرف صلح حرکت بکنه و تظاهرات قانونی ادامه پیدا کنه. خاص تظاهرات چیز جز برقراری عدالت نیست، دستگیری اون سه نفر پلیس که مرتکب این جنایت شدن و همینطور محاکمه عادلانه. بنابراین آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهوری مملکت، مگه این قول داده نشده که انجام بشه، چرا پس این تظاهرات پایان پیدا نمی‌کنه؟ به نظر میاد که از اون مرحله گذشتیم، الان خواسته ها انگار جای دیگری هست، فراتر از فقط این عقوبت برای این پلیس هایی هست که این کارو کردن. نه، سه نفر از پلیس ها رو دستگیر نکردن. یک نفر فقط دستگیر کردن، در حالی که چهار تا پلیس درگیر این ماجرا بودن. زمانی که اون میگفت من نمیتوانم نفس بکشم، این بسیار کیرش در اومده، چهار تا پلیس، سه تا پلیس روی هیکل او خوابیده بودن و نمیذاشتن تکون بخوره. بله، یکی از این پلیس ها زانوش رو گذاشته روی گردن او که او رو خفه بکنه، به نگذره اکسیژن به بدن او برسه، نگذره خون به جریان بیفته. او بازداشت شده. او فقط بازداشت شده. آقای کیان، به نظر شما، از نقطه نظر در واقع، به هر حال شما جزو تیم مشاوران آقای ترامپ بودید در دور پیشین انتخابات و بعد از انتخاب شدنش هم با او همراه بودید تا مدتی، آیا این شیوهی که الان پیش گرفته به او کمک میکنه یا به ضرر او تموم خواهد شد؟ آیا شما فکر میکنید که روشی که پیش گرفته روش درستی هست برای جلب آرا، حتی اگر منظور نظرش باشه؟ ببینید زکا خانم، به خاطر بیاورید که این داستان از کجا شروع شده. میتونیم برگردیم به 400 سال پیش، 401 سال پیش، همونطور که به درستی آقای دکتر علمداریان گفتن،
می توانیم برگردیم به 20 سال پیش، به 10 سال پیش، به دوره اوباما یا به همین هفته اخیر و چند روز اخیر. اجازه بدید یادآور بشیم که من بعضی وقتا وقتی سیاست رو درست نمیفهمم به علم فیزیک رو میآورم که قوانین مشخص و قابل حساب شدنی دارد. ببینید، صحبت این رو در اون ماه هم با آقای علمداری کردیم که این پاندول، قانون پاندول به این صورت هست که وقتی شما بهش یک ضربه میزنید به یک سو حرکت میکند، به مرکز برمیگردد و درست همون فاصله رو که در جهت ضربه شما حرکت کرده درست همون ضربه رو در جهت مخالف با همون اندازه اتفاق میفته. خب وقتی آقای اوباما، خاطرتون هست، وقتی جوانی کشته میشه میگوید که در حالی که تحقیقات در جریانه میگوید این شکل پسر من میتوانست باشد. وقتی که یک استاد دانشگاه به زور میخواهد وارد منزلی بشود که منزل خودشه، ولی پلیس که نمیدونه، پلیس که میاد از ایشان سوال بکنه، ایشان چنان به شرق ایران میندازند که در تمام دنیا که باعث میشه که اون وقت افسر پلیس رو آقای اوباما دعوت بکنند به کاخ سفید، بفرمایید بنشینید و یک مجلس در حقیقت معذرت خواهی از استادی بگذاریم که با زور میخواسته وارد منزلش بشه و آبروی نیروی انتظامی رو در اونجا در معرض تماشای مردم قرار میدن. خب مردم دو دسته میشن، یه دسته میگن بله حق بشه، اون افسر پلیس که آمده سوال کرده به چه حقی سوال کرده، چون ایشون سیاه‌پوست بوده و وارد منزل خودش میخواسته بشه، چرا سوال کرده؟ یه عده میگن که نه، این افسر پلیس داشته وظیفه‌شو انجام میداده و احتیاجی به چنین اشتراقی نیست. هر اتفاقی که بین یک افسر سفیدپوست و یک شهروند سیاه‌پوست میافتد تبدیل می شود به یک مسئله سیاسی بزرگ. پس به نظر شما پلیس داره کارشو وظیفه‌شو به درستی انجام میده الان، یا شما این انتقادایی که وارد هست به پلیس رو میپذیرید؟ ببینید، من به هیچ عنوان عمل این افسر به خصوص یا افسرانی که ایستاده بودن و هیچ کاری نکردن رو نمیتوانم تایید کنم. کدام انسانی است که بگوید که بله یک انسان پاش رو روی گردن کسی؟ آخه این افسر پلیس یعنی عقلش نمیرسه که شما 8 دقیقه وقتی اکسیژن رو، خون رو به بدن یک انسان قطع کنی میمیره. چطور عقلش نمیرسه؟ آیا کیان، اون کسانی که معترضن میگن این یک رفتار سیستماتیک هست، این یک نمونه یگانه نیست، موارد متعددی هست که پلیس ها چنین خشونتی رو انجام میدن اما دوربینی نیست که فیلم برداری بکنه، اما دیده نمیشه، ولی موارد متعدد هست طی سالیان انجام شده. بله، من نمیتونم با این صحبت مخالفت بکنم که نه، همه خب فکر می‌کنید زمانش رسیده تغییر صورت بگیره؟ احتیاج به تغییر در رفتار، در آموزش. ببینید، کسانی که در اروپا زندگی کردن با نحوه رفتار پلیس انگلستان با مردم آشنا هستند. پلیس انگلستان کسانی که در خیابان‌ها هستند مسلح نیستند و اینها به خوبی تعلیم دیدن که چطور با مردم رفتار بکنن و یک شرایط بسیار حاد رو کنترل بکنن. این بایستی نمونه باشه. اینی که پلیس بایستی در جامعه حضور داشته باشه، مردم رو بشناسه، این بایستی. من تخصصی در این ندارم، شاید آقای علمداری بتوانند صحبت کنند، ولی باز هم بگویم همه این بررسی ها نمیتواند خالی از صحبت سال انتخابات باشد. ببینید، من اینا درست یا نه، ولی دیدم که سنگ و آجر در ایستگاه‌های اتوبوس در بعضی نقاط لس آنجلس حاضر و آماده کردند که مردم با این سنگ‌ها حمله بکنند به پلیس، به مردم. خب این درست نیست. متوجه. ببینید، این بحث سال انتخابات چون از روز از اول برنامهش این بحث سال انتخابات مطرح شد. من امروز آقای علمداری یک مقاله از شما دیدم در سایت فارسی بی بی سی، تاریخش هست در سال 2016 پیش از انتخابات دور پیشین، که اون موقع صحبت از برنی سندرز و آقای ترامپ بود، که خب این دوره هم برنی سندرز بود و در نهایت به نفع آقای بایدن کنار رفت. اونجا شما از برآمدن دو جنبش جدید چپ افراطی و راست افراطی صحبت کردید در اون مقاله. آیا فکر میکنید ادامه اون داستان ما رو به اینجا رسونده؟ آیا فکر میکنید که در سالهای گذشته به ناگهان بحث چپ و راست افراطی در آمریکا به یک مرحله دیگه، به یک لول دیگه ای رسیده؟ بله، ببینید، من در اون مقاله از نو پوپولیسم حرف زدم. پوپولیسم چپ که آقای سندرز نمایندگی میکرد و پوپولیسم راست که آقای ترامپ. آقای ترامپ پوپولیسم
این است که شما به جای اینکه استدلال بیارید، منطق بیارید، فکت و فیگور ارائه بدید، میتونید به ظواهر متوسل بشید و افراد عادی رو بفریبید خیلی ساده و بگید که این گونه که میگن نیست. مثلا همین مثلا مفهومی که ما در ادبیات فارسی خودمون داریم که مار رو با کلمات بنویسید یا شکل مار رو نشون بدید، پوپولیست ها شکل مار رو نشون میدن که مردم رو بتونن خیلی سریع قانع بکنن، ساده بتونن قانع بکنن. امروز من فکر میکنم که خب دوره انتخابات هست، آقای ترامپ در تلاش هستین که به هر وسیله‌ای هست پایگاه اجتماعی خودش رو با همون شیوه پوپولیستی تقویت بکنه. یکی از پایگاه اجتماعی آقای ترامپ همین ریسیست و همین نجات پرستا هستن. این نجات پرستا رو در گذشته در تظاهرات نورت کارولینا 3 سال قبل آقای ترامپ تقویتشون کرد علیه نیروهای مخالف و یک نفر خانم اونجا توسط هم نیروهای راست زیر ماشین گرفته شد و کشته شد و آقای ترامپ به جای به اصطلاح محکوم کردن اون دست راستی هایی که این کار کرده بودن، هر دو جناح رو، هر دو طرف رو محکوم کرد. امروز که دوره انتخابات است، آقای ترامپ تلاش میکنه که پایگاه اجتماعی خودش تقویت بکنه، چرا که میدونه این پایگاه اجتماعی است که برای او تعیین کننده است. ولی در کنار این پایگاه اجتماعی، چون میدونه پایگاه اجتماعی او فقط میتونه 40% از اکثر رای بیارن، باز احتیاج به 10% دیگر داره. او جامعه را به سمت جنگ داخلی داره سوق میده و مردم رو بترسونه از بعضی که داره ایجاد میشه. نمایشی که دیروز در شهر واشنگتن ایجاد کرد، ببینید شما دو صحنه رو میبینید. یه صحنه میبینید که آقای ترامپ با همکارانش در کاخ سفید به سمت کلیسا حرکت میکنه، کتاب انجیل رو بالا میگیره که هیچ معنایی اصلا نداره، بعد مورد انتقاد چش قرار میگیره. از طرف دیگر جلوی هتل آقای ترامپ، یعنی چند بلاگ اونورتر، پلیسا جلوی تظاهر کنندگان زانو زدن. زانو زدن هم در آمریکا به معنای این است که ما به اصطلاح روحی آشتی با شما داریم. تظاهر کنندگان هم رفت اونا رو بغل کردن و ماکبوسه کردن و به نظر میومد که این نوع روش بسیار کارساز است. یا رئیس پلیس هوستون به آقای ترامپ گفته که صدا تو ببند. بله، این انتقادهای گسترده‌ای به آقای ترامپ هست، ولی بذارید از آقای کیان این رو بپرسم. آقای کیان، فکر نمی‌کنید که خیلی ها نگران این جور برخورد آقای ترامپ هستن؟ همین اصطلاح جنگ داخلی، از صبح رسانه‌هایی که به خصوص مخالفان آقای ترامپ هستن این رو دائم دارن تکرار می‌کنن که رفتار آقای ترامپ انگار یادآور جنگ داخلی هست. از اول این داستان آقای ترامپ چند اصطلاح به کار برده که اصطلاحاتی هست که معنادار هست، بعضی از اونها در جنبش سیاهان معنای خیلی جدی داره، بعضی از اونها سابقه جنگ داخلی رو به یاد میاره. فکر نمی‌کنید این خطرناک هست برای یک مملکتی که به هر حال ظرف سالهای اخیر با دوگانگی‌های متعدد مواجه بوده؟ ولی امروز اگر ما میخوایم اینجا بشینیم و آقای ترامپ رو محکوم بکنیم، خب میتونیم این کار بکنیم، اشکال نداره. اجازه بدید که به دو مورد اشاره کنم. اولا که این نارضایتی کلی که به نظر میرسه طبق آمار از آقای ترامپ ممکنه که بایستی دوباره مورد بررسی قرار بگیره. در سال 2016 هم همینو داشتیم. در روز انتخابات آمار نشان میداد که خانم هیلری کلینتون با بیشتر از 80%، شاید هم 90% بعضی از آمار گفتن برنده خواهد بود. ببینید، به دو کتاب اشاره میکنم، یکی کار آقای ناتان شرانسکی، یکی آقای کارل پاپر. آقای کارل پاپر یک کتابی نوشته به هیچ، فکر میکنم، خردمندان در خدمت خودکامگان که این موضوع رو بحث میکنه، باز میکنه و راجبش صحبت میکنه. بسیاری از نکاتی که اونجا مطرح میشه هر دو طرف بایستی بخوانن و بدانند که چطور خردمندان در خدمت خودکامگان می توانند قرار بگیرند و یک جامعه رو به سوق نابودی ببرند. این سرجاش هست. از اون طرف آقای ناتاشاسی میگه که در زمانی که جوامع بسته هستند و یک حمایت از شخصیتی به صورت یک تابو و یک مسئله ترسناک در میاد، اونها دو شخصیت پیدا می کنند. یک شخصیت در خانه با خودشون، با کسانی که بهشون اعتماد دارن، و دیگر شخصیتی که در بیرون هست. خب وقتی آمار میگیرن، خیلی ها میگوین بله آقای ترامپ بسیار کارشون نادرست هست، ولی وقتی به باجه رای میروند به آقای ترامپ رای میدهند. این رو توجه داشته باشید، آمریکا دچار یک معضل شده. این که آقای دکتر علمداری میفرمایند که فرهیختگان هستند که بایستی بیایند و بگویند به مردم شما چطور زندگی کنید و چطور
به خیابان بیایید و چطور رای بدهید و چه به صلاح شما هست بسیار منطقی است. کسی نمیتواند با فلسفه پوپولیستی بحث کند. از زمان ارسطو و افلاطون همین بحث بوده که آیا افلاطون گفت آتش به معرکه نیارید و هواداران خودتان را تهییج نکنید و ارسطو گفت اگر این کار را نکنیم چگونه رای بیاوریم که توانایی به دستاور قدرت را داشته باشیم. بنابراین این که بگوییم آقای ترامپ بد است، آقای ترامپ کارشون غیر قابل قبول است، ولی راجع به دیگران اصلا صحبتی نکنیم. نه البته که ما این رو نمیگیم، ما داریم اینجا داریم بحث میکنیم که نگفتن مگر آقای بایدن همین پیروز نگفتن یک سیاه‌پوست شما اگه به من رای ندی سیاه‌پوست نیستی. خب اینا هیچ راجع به صحبت نمیخواد بکنه چون سال انتخاباته. من در همین برنامه راجع به عملکرد آقای اوباما هم صحبت کردم. ما هیچ طرف هیچ کدوم از رؤسای جمهوری آمریکا نیستیم. بحث اینه که الان یک اتفاق روشنی افتاده. شما این هست که طرف کسی رو نمیگیرید فکر می‌کنم. آقای علمداری، بحث دیگری که الان اینجا مطرح هست بحث در واقع پایان این ماجراست. بسیاری از کسانی که به خیابان اومدن یک خواسته‌های نسبتاً روشنی دارن. میگن باید قوانین به طوری تغییر بکنه که سیستم پلیس، سیستم در واقع دادگستری در آمریکا به سیاهان به همون میزان حق بده یا با سیاهان همون طور برخورد بکنه که با بقیه. به نظر شما چنین چیزی در تصویر دیده میشه اصلا؟ اساسا جریانات به اون سمت داره میره یا نه؟ من فکر میکنم که آقای ترامپ اجازه نمیده که جریان به سمت قانونی شدن انتخابات، قانونی شدن وضعیت کار در آمریکا، وضعیت آموزش، وضعیت دستگاه قضایی حرکت بکنه. ایشون در رأس دستگاه قضایی که آدم بی‌طرفی باشه ویلیام بار رو گذاشته که او طرفدار او هست که از او خواسته آن چیزی که او دلش میخواد انجام بده. ببینید آقای ترامپ ادای السیسی در مصر و اردوغان رو در ترکیه، خامنه‌ای در ایران رو در میاره. اینجا جامعه دموکراتیک است. همونطور که اشاره کردم رئیس پلیس هوستون در مقابل رئیس جمهور وام میستم که صدا تو ببند. متاسفانه وقت ما اینجا تمام میشه، دیگه فرصتی نداریم برای ادامه بحث. آقای علمداری، آقای کیان، متشکرم از شما و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه بودید. شب و روزتون خوش.